أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیر المومنین ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استیازه و سوره فاتحه فرمودند، جلسه سالانه برتانیا پس از وقفه یک سال، یا باید گفت پس از دو سال، در جمعه گذشته آغازیده و در یک شنبه با فراهم نمودن چشم انداز ز فضای معنوی به پایان رسید. الحمدلله در سال 2020 جلسه سالانه به دلیل کرونا برگزار نشد و امسال نیز مسئولان همین گمان می کردند که چون شرایط تقریبا شبیه پارسال است، پس جلسه سالانه برگزار نخواهد شد و به سبب این تصور خود هیچ توجهی به آمادگی برای برگزاری جلسه سالانه نداشتند و به این نکته در خطبه گذشته هم اشاره کرده بودم. ولی به هر حال هنگامی که به آنان گفتم که امسال جلسه سالانه برگزار خواهد شد، آمادگی برای برگزاری جلسه سالانه را شروع کردند. اما این احساس به من دست می داد که آنان با تمام توان خود آمادگی نمی کنند. لذا نگران بودم که چنانچه مسئولان این گونه سست و تنبل باشند، آنگاه در کارکنان هم همین فکر را نداشته باشند. اما به خداوند متعال یقینم داشتم که او تمام تدارکات را به نحو عالی انجام خواهد داد و کسانی که کارهای جلسه سالانه را انجام دهند نیز پیدا می شوند. لذا در یک زمانی مجبور شدم که به مسئولان با تاکید و کمی با عصبانیت بگویم که چنانچه شما همینطور با بیدلی کار را ادامه دادید و این تصور را رها نکردید که معلوم نیست جلسه سالانه برگزار می شود یا نه و یا سر ناامیدی را نشان دادید، آنگاه من مسئولان جدیدی را تعیین می کنم. آنگاه این سخنم آنها را تکان داد و منکلب ساخت و پس از آنان سری دست به کار شدند. اگرچه دیر شد، ولی کارکنانی دیگر که زیر دستشان بودند و در واقع نیروی حقیقی آنهایند، گویی برای انجام کارهای جلسه سالانه بیقرار بودند. پس بلا فاصله داوطلبان از هر سو آمدن گرفتند و افراد بسیار فراوانی برای خدمت گذاری در جلسه سالانه داوطلب شدند. حال این مشکل پیش آمد که چون این بار جلسه سالانه به سطح کوچکتر برگزار می شد، لذا چطور افراد را از این داوطلبان انتخاب بکنیم؟ به هر حال نهادهایی که خود نهادهای خدام و لجنه کارکنان خود را برگزیدند، لجنه از آن داوطلبان شاید یک پنجم را به خدمت گذاری گرفتند و
مردان شاید یک سوم از آن داوطلبان را انتخاب کردند. کسانی که انتخاب نشدند کمی مایوس هم شدند که فرصت داده نشدند که در جلسه سالانه خدمت بکنند. در اینجا اول از همه میخواهم به این مردان و زنان و دختران و کودکان که انتخاب نشدند بگویم که خداوند متعال به نیت کردن نیز پاداش میدهد و نیتتان برای خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام برآورده شده است و اگرچه به دلایلی فرصت خدمتگزاری نیافتید، اما خداوند متعال به سبب نیتتان شما را از اجر و پاداش محروم و بی نصیب نخواهد گذاشت. به هر حال دعا می کنم که خداوند متعال به همه اینان بهترین پاداش این نیت و اخلاصشان عطا بکند. دومان روش من این است که در جمعه‌ای که پس از پایان جلسه سالانه فرا می رسد از کارکنانی تشکر می کنم که در بخش‌های مختلف کار می کردند یا می کنند و در این باره مردم هم به من نامه مبنی بر تشکر نوشته اند و اعضای جماعت از سراسر جهان نیز از این داوطلبان تشکر کرده اند. پس هر کارکن به هر جایی که خدمت میکرد تمام سعیش را کرده است که حق خدمت را به جایی بیاورد. در یک زمانی به سبب باران خارج کردن ماشین ها از پارکینگ مسئله بزرگی شده بود، ولی داوطلبان در آنجا فوق‌العاده‌ای کار کردند و عملاً ماشین‌ها را حمل کرده و از گل بیرون در آوردند و در انجام این کار گاهی اوقات کارکنانی از بخش‌های دیگر نیست که وقت خالی داشتند به آنها ملحق می‌شدند و بعضی از این افراد به من نامه نوشتن و تعریف کردن که در این کار شرکت می نموده اند. به هر حال بعدن با توجه به این وضع در جای دیگر تدارک پارکینگ دیده شد، ولی باز در روز اول و پاره از وقت روز دوم ماشین هایی که اومده بود خارج کردن آن از آنجا بسیار دشوار شده بود و این مشکل را چشم دوربین دید و از طریق MTE به جهان نیز نشان داد و به سبب آن افراد خودی و بیگانه که از کشورهای مختلف این منظره ها را می دیدند بسیار ابراز حیرت کرده اند، بلکه افراد غیر احمدی و نامسلمان با دیدن آن گفتند این منظره در جهان باور کردنی نیست که افسر و کارگر همه در گل دارند تلاش می کنند که ماشین ها را از اونجا بیرون در بیاورند و این افراد که خداوند مطالبه جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام عطا کرده است مثل جنها کار می کنند. همینطور بخشای دیگر است، بخش نظافت، بخش غذاخوری، بخش آشپزی و مهمتر از همه تدارکاتی که در اون آغاز انجام شد. زدن خیمه های بزرگ و جاده سازی موقتی و غیره و برای انجام این کار داوطلبان چندین هفته قبل از برگزاری جلسه کار را شروع کرده بودند و الان برای جمع کردن وسایل هم تا چند روز می آیند. پس بخشای مختلفی است و مردم جهان توسط MTA که زنده آنها را نشان می داد بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند.
مهمانان نیز عواطفی پور از تشکر و سپاس داشتند و چشم اندازهایی که MTA به جهان نشان داد و برنامه های مختلفی که اماده کرد در آن کارکنان MTA بسیار زحمت کشیدند و حاک خدمت را به جای آوردند و آنها فقط جلسه سالانه را به جهان نشان ندادند بلکه تماشاگران جلسه سالانه را نیز که در نقاط مختلف جهان جمع شده بودند به ما در تالار جلسه سالانه و به تمام دنیا نمایاندند پس توسط MTA فعالیت های کارکنان از ابتدا گرفته تا در خلال جلسه سالانه و سخنرانی های علمی و تربیتی نشان داده شد و از دیدن آن مردم جهان هم از احمدی و غیر احمدی بسیار حیرت زده شدند و بسی سپاسگزاری میکنند که این منظره ها را دیدند در جلسه سالانه امسال نمای فوق‌العاده از یک خانه بین المللی به تصویر کشیده شد پس من از تمام کارکنان هم از مردان و زنان تشکر میکنم که آنان در این شرایط نامساعد هم در حالی که یک بار تصمیم برگزاری جلسه سالانه گرفته شده بود و سپس هوا نیز خراب بود اما باز همگی صادقانه خدمت کردند و حق خدمتگزاری را به جای آوردند و من از جانب تماشاگران جهان هم از کارکنان تشکر میکنم چون از طرف اونها نامه های فراوان مبنی بر تشکر و سپاسگزاری از کارکنان را دریافت میکنم اول فکر میکردم که پس از تشکر و سپاسگزاری از کارکنان امروز دوباره بر موضوع سابق خطبه ها خطبه ایراد میکنم اما آنقدر فراوان گزارش ها و نامه ها مبنی بر اظهارات فوق‌العاده افراد خودی و غیر خودی و نتایج خوشحال کننده در حال دریافت است که نظرم را عوض کردم و تصمیم گرفتم این بار نیز باید مثل همیشه اظهارات مردم و افضال الهی را در خطبه ذکر کنم ولی بیان همه این اظهارات ممکن نیست لذا فقط چند نمونه از آنها را انتخاب کردم جلسه سالانه امسال که با تدارکات متفاوت برگزار شد چنان درهای افضال الهی را باز کرده است که انسان در بارگاه الهی در حال شکر و سپاس به طور مداوم خم و تسلیم میماند که خداوند متعال با وجود تمام این شرایط جماعت احمدیه را بسیار مورد لطف و فضل خویش قرار داده است فقط یک کمبود و کاستی را مردم امروز ابراز نمودند و آن این که امسال مراسم بیعت جهانی برگزار نشد در حالی که بسیار منتظرش بودند به هر حال در این شرایط سخت بود که مراسم بیعت به عمل آورده شود لذا چاره‌ای نداشتیم حال من بعضی از گزارش ها و اظهارات را به طور مختصر تعریف میکنم امسال اولین بار جماعت های محلی مختلف از سراسر جهان از طریق پخش زنده در جلسه سالانه شرکت کردن یعنی افراد در مکانهای خود نشسته و به جلسه سالانه گوش دادن و آنان در اینجا در صفحه نمایش هم دیده می شدن در 5 نقطه برتانیا نیز این تدارک دیده شده بود که افراد به صورت دست جمعی در بعضی کشورها با وجود اختلاف زمانی چندین ساعت افراد به صورت دست جمعی جلسه سالانه را گوش دادن و از جمله این کشورها استرالیا، اندونزی، گواتمالا، بنگلادش و غیره بودند. اعضای جماعت دسته جمعی به علاوه بریتانیا در 22 کشور در 37 مکان از طریق پخش زنده MTA در جلسه سالانه شرکت کرده بودند و برای زنان هم تدارک پخش زنده دیده شده بود و از بابت آن
آنان نیز بسیار ابراز خوشحالی نموده اند. با طیب که یک برآورد در نشست زنان سخنانی هایشان را نزدیک به 35,000 زن گوش دادن و تماشا کردند و این شرکت کنندگان از آمریکا و کانادا و گواتمالا، استرالیا، اندونزی، بنگلادش، موریس، کبابیر، هند، بورکینافاسو، غنا، نیجریه، گامبیا، تانزانیا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، فنلاند، هلند و غیره بودند. و در این کشورها 3 یا 4 مکان مرکز گوش دادن به جلسه سالانه قرار داده شده بود. در نیجر یک دوست غیر احمدی آقای عیسی هر 3 روز در مرکز تبلیغ جماعت حاضر شد و خطابه هایم را گوش داد. و ای تعریف می کند که قبل از آمدن به اینجا شنیده بودم که جماعت احمدی ضد اسلام است و آنان در مسجد خود تلویزیون می نهند که هرگز جاید نیست. اما پس از دیدن جلسه سالانه متوجه شدم که چنانچه تمام جهان اسلامی همچون جماعت احمدیت گردد که با هم اتحاد دارند و پیام اسلام را ابلاغ می کنند، آنگاه مسلمانان آنقدر قوی و قدرتمند می گردند که هیچ قدرت جهان نمی تواند علیه اسلام حرب بزند. و وحدت و یک پارچگی در که جماعت احمدیه در خلال جلسه سالانه دیدم به نظرم دلیل بر حقانیت این جماعت است. سپس در زامبیا علاوه بر تازه احمدی ها برخی از افراد غیر احمدی نیز جلسه سالانه را تماشا کردند. در آنجا در مکانی 35 تن غیر احمدی جمع شده بودند. معلم مسیحی پس از مشاهده برنامه های جلسه سالانه این طور اظهار نظر کرد که امروز از شنیدن برنامه های جلسه سالانه بسیار لذت بردم و با تعلیم اسلامی آشنا شدم و مطابق با عقل و بصیرت خود الان متوجه شدم که تنها اسلام دین راستین است و در جهان هیچ دینی نیست که به نیازمندان کمک کند. بسیاری از امور را یاد گرفتم. سر مبلغ گابن بینویسد که افسر پلیس نامسلمان به همراه همسر خود به مرکز تبلیغ جماعت برای دیدن برنامه های جلسه سالانه آمده بود. قبل از این وی چندان علاقه به جماعت نشان نمی داد، اما وقتی که در جلسه سالانه قصه بیت کردن تازه احمدی لبنانی را شنید از ما پرسید که بعد از جلسه سالانه چطور می تواند در آینده هم شبکه MTA را دنبال بکند. برای تعریف کردیم که از طریق یوتیوب هم می توانید شبکه ام تی را ببینید. آنگاه وی بلا فاصله روی موبایل خود یوتیوب ام تی به زبان فرانسوی را باز کرد و مشغول نگاه کردن به جلسه سالانه شد و گفت از این پس من از طریق این شبکه درباره جماعت احمدی مطالعه بیشتر را فهم یاد می گیرم. از نیجریه یک دوست غیر احمدی پس از شنیدن برنامه های جلسه سالانه گفت با دیدن این برنامه ها مطمئن شدیم که اگر در جهان مذهبی راستین است آن فقط جماعت احمدی است و به زودی به این جماعت ملحق می شوم. یک دوست غیر احمدی در طی اظهارات خود درباره جلسه سالانه گفت همانا این جماعت افراد صادق و جماعت مؤمنان است. شاهد بودم که با وجود باران شدید هم داوطلبان سخت مشغول کارهای خود بودند و برای مهمانان تسهیلات فراهم کردند و همچنان می گوید که خطابه‌ای به زنان هم او را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. سرمبلغ ژاپن می نویسد که آقای مشیما اوسامو یک دوست غیر احمدی ژاپنی است که هیروشیما از هیروشیما تعلق دارد و وقتی که من به ژاپن و هیروشیما رفته بودم میزبان ما در اونجا بود و در کنفرانس صلح و امنیت سال 2017 هم شرکت کرده است. وی می گوید این که دارم جلسه سالانه را مشاهده می کنم و خطبه جمعه 6 اوت را هم می شنیدم و در خلال آن به یاد خدمات جماعت ژاپن افتادم که چطور دومین خلیفه جماعت حضرت خلیفت المسیح ثانی در روز جمعه در 10 اوت 1945 علیه نابودی اتمی هیروشیما صدا بلند کرده بود و این صدا در حق هیروشیما از اولین صدا بود. پس از آن خلیفه فعلی به هیروشیما تشریف آورد و پیامش مبنی بر صلح و امنیت برایم بسیار معنی خاص را داشت. امروز در روز هیروشیما در اثنای دیدن شبکه ام تی
این آرزو در دلم ایجاد شد که همچون امتی آفریقا، امتی یاپون نیز زود راه اندازی گردند و فارغ از این با مشاهده اجتماع مردم از سراسر جهان در دلم این احساس هر روز بیشتر می شود که نقش جماعت احمدی در جهت جمع کردن جهان بر یک صحنه و در برقراری صلح و امنیت بسیار مهم است. از زامبیا مساکا، استاد غیر احمدی، وی می گوید امروز از خلیفه‌تان این نکته را یاد گرفتم که در اسلام به زن حق کامل آزادی بیان داده شده است و اسلام به زن این حق نیز می‌دهد که او به میل و رضایت خود برای خیش همسری انتخاب کند، اما در بعضی جوامع ازدواج های زوری هست و حقوق انسانی مراعات نمی‌شوند. و سپس افزود تنها اسلام آن دین واحد است که بر حقوق زن تاکید ورزیده است. میگوید که اسلام در جایی که به مرد اجازه ازدواج بیش از یک راه میدهد، همونجا به مرد این تاکید نیست میکند که انصاف را از کف ندهد. اگر نمیتواند انصاف و عدالت را رعایت بکند، آنگاه به یک ازدواج اکتفا نماید. این بسیار تعلیم زیبای اسلام است و فقط احمدی پرچمدار آن است. از نایجیریه دوست غیر احمدی آقای منغالی از منطقه تساوا میگوید این اولین بار بود که در جلسه سالانه شرکت کردم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. اگر دیگر فرق اسلامی نیز این نمونه را دنبال بکنند، به یقین مسلمانان در جهان پله های پیشرفت را طی خواهند کرد. مهندس غیر احمدی آقای اسامه از نیجر وی میگویند بیش از همه به من این چیز تحت تاثیر قرار دارد که نمایندگی این همه کشورها، ولی با وجود اختلاف زبانی و فرهنگی، همگی اطاعت را از خود نشان می دادن و با وجود بیماری مهلک کرونا اینقدر تدارکات بی نقص واقعا دیدنی بود. امیر جماعت نیجر می نویسند یک مهمان نااحمدی غی خانم مریم می گویند امروز پس از شنیدن خطابه امام جماعت احمدی به زنان درباره حقوق زن و مسئولیت‌هایش به حقیقت آگاه شدم. وگرنه در اینجا در آفریقا غالب زنان به نحوی دارن زندگی میکنند که تصور اون هم در کشورهای پیشرفته سخت است و فعلتان با قولتان یکی است. و این می‌نویسند اگر فعل احمدی ها با قولشان یکی باشد، آنگاه هیچ کسی بهتر از شما را ندیدم. پس هر احمدی باید در منزل خود نمونه ای از این تعلیم را نشان بدهد. این سخنان فقط برای بیان در سخنانی ها نیست، عمل هم ضروری است تا این تعلیم حقیقی اسلام که مردم را تحت تاثیر قرار داده است تاثیرش برقرار نیست بماند. دوست غیر احمدی از نیجر آقای فرید موسا هم خطابم به زنان را ستوده است. سپس خانم غیر احمدی مریم الیاس تعریف کرد که نکاتی که امام جماعت احمدی درباره حقوق زنان عنوان کرده است با پی بردن به این تعلیم حقیقی اسلام به زن بودن خود احساس غرور می کنم. خواهش همه مردم این نکات را درک بکنند، آنگاه تمام جهان بهشت می گردد. از نیجر خانم غیر احمدی نفیس آدموس می گویند اولین بار خطابه امام جماعت احمدی را شنیدم و بر من این امر مثل روز روشن آشکار شد که عزت و احترامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زن زاده اند، امروز اگر کسی آن حق را به جای می آورد، آن فقط جماعت احمدی است. پس باز تاکید می کنم که اینجا برای هر مرد احمدی جای تعامل دارد که رفتار خود در منزل را نیز خوب بدارد و به جهان فریب ندهد. امیر جماعت نجر می نویسد دوست غیر احمدی آقای الحاج حسین تاجر است و بسیار پشت مشکل است، اما هنگامی که به او به شرکت در جلسه سالانه دعوت داده شد، وی دعوت ما را پذیرفت. پس از جلسه سالانه آقای نام برده تعریف کرد که من از روی رسم به جلسه اومده بودم و فکر می کردم که جشنواره دنیوی است، اما پس از شنیدن برنامه جلسه سالانه قصد نبودم که هر 3 روز به طور مرتب می آیم و شرکت میکنم. و چیزی که بیش از همه مرا متاثر کرد فضای معنوی جلسه بود. با دیدن داوطلبان در حال انجام وظیفه چنان احساس میشد که آنان در دل خود شور و جوششی دارند که به آنها وادار میکند که خدمت بکنند، وگرنه این کار از آدم دنیاوی ساخته نیست. سر مبلغ گینه کوناکری میگوید دایی محلی منطقه کینیا تعریف میکنند که شهردار را برای شرکت در جلسه سالانه
دعوت داده بودم. وی در پاسخ گفت که من بیمارم اما پسرم شرکت میکند. هنگامی که وی آمد نزدیک بود که تابم به زنان شروع بشود. در آنجا مسئله قطع و برق هست چون کمبودی آن وجود دارد و در این ایام هوا بارانی است و اگر برق قطع شود چندین ساعت قطع میماند. میگویند هنگامی که نزدیک بود برنامه جلسه سالانه بی آغازت برق قطع شد و مهمانان هم آمده بودند و جنراتور هم نداشتیم. دایی میگوید که ما دعا کردیم که خدایا برای حقانیت جماعت احمدی امروز این معجزه را نشان بدهد و برق بیاید. میگوید ما مضطربانه و از اعماق دل این دعا خواندیم و من هنوز برای ایراد خطابم به تریبون نیامده بودم که برق آمد. و میگوید که خداوند متعال دعای ما غلامان مسیح زمان عاجز و ناتوان را شنید و برای حقانیت مسیح موعود و اسلام این معجزه را نشان داد و مهمانان بسیار تحت تاثیر آن قرار گرفتن و تعجب برانگیز این است که به محض این که کتابم به پایان رسید برق دوباره قطع شد. و این نیز همین اظهار نظر کرد که من هیچگاه این قدر کتابه های فصیح و بلیغ را نشنیده بودم و هر آنچه مسلمانان درباره جماعت احمدی مشهور کردن همه دروغ و اشتباه است. روستایی که نزد شهر مروا در منطقه شمالی کشور کامرون قرار دارد، رئیس آن روستا الحاج عثمان که عضو جماعت نیست وقتی برنامه های جلسه را توسط امتی آفریقا تماشا کرد گفت که ما از کودکی می شنویم که وقتی امام مهدی خواهد آمد تمام افراد جهانیشان را خواهند دید. امروز با تماشا کردن برنامه های جلسه متقاعد شده هم که واقعا این جماعت امام مهدی است که اکنون تمام جهانان را می نگرد. توسط امتیه مردم کشورهای متعدد از کشورهای خود در جلسه شرکت داشته بودند و امام جماعت احمدی را می دیدند و می شنیدند. امروز دیدم که سخن پیامبر خدا برآورده شد. امیر کشور مالی در ذکر بیت ها توسط جلسه می نویسند که از شهر کتا یک استاد آقای عمر باری به من زنگ زده گفت هرچند که من احمدی نیستم اما نه تنها من بلکه تمام اعضای خانواده از تصمیم قلب برنامه جلسه را تماشا کردند و مخصوصا وقتی در طی سخنرانی خلیفه وقت شعارهای مختلف بلند می شدند ما تمام افراد خانواده نیز پرشور می شدیم و شعار بلند می دادیم. آقای عمر باری گفت که انشاءالله وی به زودی همراه خانواده خود به مرکز احمدی خواهد آمد و به جماعت احمدی خواهد گروید. سرمبلغ کامرون می گویند رئیس امام های کامرون آقای دوالا فاروق تعریف کرد که من توسط شبکه امتیه آفریقا به سخنانی های جلسه گوش دادم. مردم به جماعت کافر می گویند و به عنوان گروه تروریست می شناسند. آیت خاتم النبیین پاسخ به آنهاست که در حروف درشت روی دیوار صحنه نوشته شده بود. در حال انشاءالله به وسیله امتیه راجع به جماعت بسیار سوء تفاهم ها رفع خواهند شد. امیر کشور تانزانیا می نویسد که یک خانم غیر احمدی از منطقه یروشا گفت که این اولین نوبت بود که جلسه سالانه را تماشا کردم. اجتماع بدین آرامش و راحتی در طول زندگی خود ندیده بودم. معمولا مردم در جلسه ها سر و صدا را راه می اندازند و با انواع برنامه های خنده دار شرکت کنندگان را سرگرم می کنند. اما این جلسه از این نوع چیزها مزخرف پاک بود، بلکه در هر برنامه بابت تعلیم واقعی اسلام بیان می کردند. بدون تردید عشق و علاقه که احمدی ها با خلیفه خود دارند نظیر آن نتوان پیدا کرد. علاوه بر این مروا که شهر کشور کامرون است، یک رئیس محلی آن برنامه را تماشا کرده می گوید این کمال متعلق به جماعت است که در زبانهای بدین تعداد زیاد برنامه جلسه ترجمه می شود و مردم از این بهره می برند. من از جلسه استفاده کردم و اطلاعات من افزایش یافت. امتیه یک برکت است. حال من نیز محواره را خواهم گرفت و در خانه خود نشسته از امتیه استفاده خواهم بود و دانش و اطلاعات خود را خواهم افزود. اکنون اغیار نیست تحت تاثیر امتیه قرار گرفتند و همین سرپیشرفت روحانی است. احمدی ها نیز باید به تماشای شبکه امتیه بیشتر توجه بکنند. سرمبلغ کشور گابن می نویسند یک احمدی که تازه بعید کرد گفت در حقیقت این جلسه جهانی است و ما نیز در آن شرکت می کنیم و مردم از کشورهای متعدد در این جلسه شرکت می کند. این امر باعث تقویت ایمان ما می شود. با وجود تفاوت وقت در کل جهان مردم برای شنیدن جلسه نشستند و این نظاره فقط در جماعت احمدی دیده می شود و برای دیگر
مسلمانان این امکان پذیر نیست. آقای علی تازه بعید کننده و رئیس منطقه خوداست و اصل لوسانس گری شهر استان شرکی زامبیا است و وی میگوید که ما از مسیحیت به احمدیت گرویدیم و احمدیت در ماه فوری سال 2021 رسماً در روستای ما تأسیس شد و بعد از این علمای غیر احمدی متعدد بار در منطقه ما آمدن و سعی می کردن که علیه احمدیت در دلهای ما شکوک و تردیدها را ایجاد بکنند. تا زمانی که پیرو دین مسیحی بودن که هیچ کس برای پرس و جو نیامد، اما وقتی به جماعت احمدی گرویدن، علمای غیر احمدی به ما به قصد تصحیح دینشان رسیدند. آقای علی میگوید که اکنون توفیق یافتیم که برنامه جلسه سالان برتانی را زنده ببینیم. ما در طول عمر خود اولین بار نظاره جلسه منظم را تماشا کردیم. به فصل تالا بعد از تماشای جلسه سالان تمام شکوک و تردیدهای ما رفع شدند که احمدیه نام یک گروه کوچک نیست، بلکه یک جماعت جهانی است. به نحوی که خلیفه وقت در مورد حقوق زنان و حقوق های مردم دیگر تعلیم های اسلام را ارائه دادن ما را شگفت زده کرد. آیا زنان نیز حقوق دارند؟ ما به آنها ارزشی نمی دادیم. وقتی برگردیم انشاءالله هر چی که ما اینجا دیدیم و شنیدیم برای مردم دیگر نیز بازگو خواهیم کرد تا باعث تقویت ایمانشان گردد و آنها سعی کنند که بر آنها عمل بکنند. آقای رسولی پسر موپا تازه بیل کننده است و از مالیزی جلسه سالانه برتانیا را دیده میگوید من از خدا سپاسگزارم که توفیق یافتم که شامل جماعت احمدی شدم و امام زمان را شناختم. من در برتانیا نبودم اما با وجود این فرصت را پیدا کردم که خلیفه وقت را ببینم و سخنرانی ایشان را بشنوم. اگر عضو جماعت نبودم از این برکات بی نصیب می بودم. اکنون قول می دهم که مدام به خلافت وفادار و مطیع خواهم بود. یک خانم به نام پشیلی مارن از برزیل است. او چند ماه پیش بعید کرد و ای می گوید خوشبختم که اولین بار فرصت شرکت در جلسه سالانه را یافتم و با وجود نابلد بودن زبان خیلی چیزها را یاد گرفتم. به خداوند متعال سپاسگزارم و قدردانی می کنم که به ما توفیق داد که عضو جماعت احمدی بشوم. سرمبلغ کشور گینه بیساو می نویسند که 4 لجنه تازه بیت کنندگان از کسینی منطقه دوردست جماعت احمدی گینه بساو مسافت 8 کیلومتر را پاپیاده تعیین نمودند و به جماعت حوالی به نام مسره برای شنیدن برنامه جلسه سالانه برتانی رفتن و سخنرانیم را گوش کردند و گفتم به فضل خدا ما به جماعت احمدی گرویده بودیم اما امروز با شنیدن سخنرانی های خلیفه متوجه شدیم که از چه قدر نعمت بزرگی دور بودیم. امروز ایمان ما به احمدی 100% کامل شده است و امروز تعهد بستیم که همیشه برای شنیدن سخنرانی خلیفه و قائم آمد. خدا چطور این تحول را ایجاد می کند؟ مردم گویان نیز از طریق پخش زنده در جلسه شرکت کردند. یک تازه بیت کننده آقای مظفر کیوسی میگوید که این نخستین گردمای من بود. این برای من یک تجربه فوق العاده ای بود، مخصوصا هنگامی که با برادران احمدی خود برای دیدن جلسه نشستم و خلیفه وقت را دیدم و سخنانیشان را شنیدم. تمام این روند برای من یک تجربه غیر عادی بود. قبلا هیچ وقت به خانم مسلمان ندیده بودم که تلاوت را بدین خوبی میکند و این تلاوت را نیز تعریف کرد. علاوه بر این میگوید که اعضای جماعت ما دهها و روستاهای مختلف برای شنیدن گردهمایی جلسه در یک مقام گرد آمده بودند. همه این برکات خلافت و احمدیت است که خداوند برای این جماعت سهولت پیدا کرده است. همینطور این منظره نیز فوق‌العاده بود که از سایر دنیا جماعت‌های مختلف از طریق مجازی در جلسه سالانه شرکت داشتند. کشورهای متعدد را نگاه کردم راجع به آن که آنجا نیز احمدیه تأسیس شده است. همینطور این امر را نیز دیدم که چطور مردم برای برگزاری جلسه همکاری می‌کنند. یک آقا در بریتانیا مستخدم بانک است. او از کار مرخصی گرفت و داوطلبانه در جلسه شرکت می کند و سوار ماشین خود است. از تمام این چیزا این امر به اثبات می رسد که افراد جماعت مخلصند و فداکاری می کنند. وی چطور احساسات خود را ارائه داد؟ آقای صفوان نایک یک تازه بعید کننده از موریس است میگوید شرکت در جلسه
توسط پخش زنده نخستین تجربه من بود. حتما چون این شرکت مرا از خلافت نزدیک تر می کند. هر حرف خلیفه وقت بر دلم تاثیر می گذاشت. از تصمیم گرویدن به جماعت خیلی خوشحالم و به وسیله برنامه امتی راجع به حضرت مسیح موعود بسیار اطلاعات را کسب می کنم. آقای اشرف زیا از اتریش می گوید خانم دونا تلا در آغاز امسال بیعت کرد و می گوید هرچی خلیفه وقت می گفت اون جذبات را به هیجان می آورد. در جریان سخنانیشان پیوسته اشکای مرا می چکید. واقعا اسلام زندگی بخش است و راه صداقت است. آهسته در زندگی من تحولی ایجاد می شود. از خدا قدردانی و سپاسگزاری می کنم که به من توفیق داد که عضو جماعت بشوم و ای اتریشی است. در مورد پذیرفتن احمدیت بعد از شمولیت در جلسه متعدد واقعات متعدد هستند. یک رفیق غیر احمدی آقای حسن از ساحل آج بیان کرد که فرصت پیدا کردم که برنامه هر سه روز جلسه را تماشا بکنم. جلسه موجب افزایش ایمان بود. او گفت که دروغ عمر درازی ندارد و زودی به خودی خود از بین می رود، در حالی که صداقت همیشه پا بر جاست. بر همین مبنا پیشرفت روز افسون جماعت بر صداقت این جماعت شاهد است. و می گوید بعد از پایان جلسه سالانه ما چند تا رفیق به در یک رستوران داشتیم صحبت می کردیم که یک شخص غریب به سخن ما گوش داده بود. امروز اگر جماعتی است که بر تعلیمات واقعی اسلام عمل می کند آن جماعت احمدی است. آن غریبه همین گفت و رفت، اما سخن ما را تایید کرد که احمدیت نه تنها قولی بلکه از لحاظ عملی اسلام واقعی را پیروی می کند. بعد از این آقای حسن با معلم ما دیدار کرد و گفت که می خواهم بیعت بکنم و عزم جماعت بشمم. حال دیگر نمیتوانم خودم را از این صداقت محروم بکنم. سر مبلغ کنگو شهر برا زویل میگوید که توفیق یافتم که در یک جماعت به نام گمبوان هر سه روز به وسیله رادیو و تلویزیون تمام برنامه های جلسه زنده پخش بکنیم. در این منطقه تنها یک شبکه تلویزیون است و بر آن برنامه جلسه پخش می شود. طبقی یک تخمین 4000 نفر جلسه را دیده و شنیده باشند. در حوالی منطقه گمبوما جماعتی مشتمل بر 30 روز تا توسط رادیو در جلسه شرکت کردند. علاوه بر این تمام سخنرانی های مرا در زبان محلی لینگالایی ترجمه می شود. آن را نیز گوش کردن. میگویند الحمدلله برنامه موفق بود و خیشوندان و بیگانگان همه اظهار نظر دادند که تمام سه روز هر سو فضای جلسه برقرار بود، چنان که در جلسه تدارک تعام را میبینند همانند آن تدارک غذا را دیده میشد. در طی جلسه به فضل خدا 12 افراد توفیق یافتند که بعید کرده شامل جماعت احمدی مسلم بشوند. مبلغ گینه بساو می نویسند که بیشتر تازه بعید کنندگان بعد از پذیرفتن احمدی در مناطق اجدادی و به خویشاوندان خود به کثرت تبلیغ می کنند. به مناسبت پربرکت جلسه سالانه بریتانیا، هنگامی که به افراد جماعت برای تماشای برنامه های جلسه تحریض کردن، تمام افراد تازه بعید کنندگان مخصوصا هنگام 3-4 سخنرانی من خویشاوندان و اکارب و رفقای خود را برای شنیدن آن دعوت کردن. میگویند که مردم مسافت 30 کیلومتر و 17 کیلومتر را با دوچرخه و پا پیاده طی نمودند و آنجا رسیدند. بیشتر افراد تنها برای شنیدن سخنرانی روز اول آمده بودند و اما وقتی آنها سخنرانی روز اول مرا شنیدند تصمیمشان عوض شد و قصد نمودند که برای 3 روز اقامت خواهند کرد و روز سوم بعد از شنیدن سخنرانی نهایی من گفتند خلیفه شما دلهای ما را فتح کرده اید. اسلام که ایشان عرضه دادند همان اسلام حقیقی است. آن موقع 127 مرد و زن به جماعت احمدی گرویدند. بیعت‌های اجتماعی نیز صورت گرفت. آقای ابراهیم معلم جماعت در کنگو است میگوید که یک رفیق مسیحی به نام آقای مقنگا چیبی را برای دیدن جلسه دعوت کردند. وی همراه همسر خود در جلسه شرکت کرد. وی بعد از دیدن جلسه به همسر خود گفت که به نظرم چنین تعلیمات و راهنمایی جای دیگر نخواهیم یافت. ما قسمت بزرگ زندگی خود را به هدر دادیم. چیزایی که اینجا در طول
سه روز یاد گرفتیم نمیتوانیم کل زندگی در دین مسیحیت بیاموزیم. این به نفع ماست که شامل شان بشویم. اینطور همسر و شوهر و بچه بعید کرده شامل جماعت احمدی شدند. مسئول مبلغین گینیه به سوال می نویسند که آقای کمباجاو یک غیر احمدی است و از منطقه بافته گینه به سوال تعلق داشت و این روند سه روز جلسه سالانه برطانیه را تماشا کرد و سخنرانی های مراج شنید. سپس گفت در عصر حاضر اسلام نیاز به یک راهنما دارد و آن پیش جماعت احمدی در صورت خلیفه است و به دست ایشان کل جهان بتواند جمع بشود. اینطور همین که جلسه به پایان رسید آنان بعید کرد و شامل جماعت احمدی شدند. یک دوست مسیحی به نام آقای انگوتانی از برازیل شهر کنگو میگوید من هیچ وقت به هیچ دین علاقه من نشده بودم، چون با دیدن دین مسیحیت این امر به نظر می آید که افرادی که به مذهب علاقه مند هستند مخلص نمی باشند. برادرم قبلا به جماعت گرویده بود و ای به من شرکت در این جلسه دعوت کرد و من دعوت وی را پذیرفتم و آمدم و همون طور که جلسه را دیدم یک تحول درون من شروع به ایجاد شد و به مذهب شروع به دلبستگی می داشتم و بعد از گوش دادن به سخنرانی خلیفه اولین بار در دل من این شهادت داد که مذهب یک حقیقت است و دین حق قدرت دارد که در دلهای تحول ایجاد بکند. در طول زندگی اولین بار اسلام احمدیت را به عنوان مذهب می پذیرم. یک دوست غیر احمدی از نیجر که بعد شنیدن جلسه توفیق بیت را یافت او می گوید که با شنیدن برنامه های جلسه تحت تاثیر قرار گرفتم و حق و راستی که در جستجوی آن بودم آن را یافتم. اکنون بیت می کنم. از سینگال آقای ظفر اقبال می گویند که در منطقه انبور تمام سخنرانی مرا توسط یک شبکه تلویزیونی و 4 شبکه رادیو زنده پخش می شدند. یک مجری رادیو بعد از شنیدن این سخنرانی ها احمدیت را پذیرفت. آن مجری دانشمند است و در مردم خیلی مشهور است. او گفت که راجع به جماعت خیلی چیزها را شنیده بودم، اما امروز با شنیدن سخنرانی امام جماعت حقیقت و واقعیت را پی بردم، بدین دلیل شامل جماعت احمدی می شوم. او همان روز همراه خانواده خود بعید کرد. یک امام محلی از مروا که شهر کامران است می گوید نکته برجسته این جلسه سخنرانی های امام جماعت است. خلیفه جماعت ارجای هر امر از قرآن و حدیث می گیرد. این چیز روی دلم تحت تاثیر گذاشته است. حتما این جماعت و خلیفه از طرف خداوند و قلب من راضی است. پس او همراه رفقای خود بعید کرد و شامل جماعت شد. به فضل خدا چنین علما نیز وجود دارند که به نظر عدالت می نگرند و حق را می بینند و قبول می کنند در مالی افراد غیر از جماعت در جلسه شرکت کردند. قبل از برگزار شدن جلسه توسط رادیو جماعت در مورد جلسه برنامه را برگزار می کردند و توسط رادیو دیدن جلسه به مرکز دعوت کردیم. پس در ایام جلسه علاوه بر افراد جماعت احمدیه افراد غیر از جماعت نیز برای دیدن برنامه های جلسه سالانه آمدند. در آخرین روز جلسه 4 نفر بعید کرد شامل جماعت شدند. این افراد تحصیل کرده اند. آنها گفتند که ما از مدت طولانی در شهر کایر رادیو را می شنیدیم و ما به احمدیت علاقه مند شده بودیم. هنگامی توسط رادیو بابت جلسه شنیدیم کنجکاو شدیم و تصمیم گرفتیم که باید جلسه آنها را نگاه بکنیم، مشاهده میکنیم. بعد از دیدن جلسه آنها میگویند که رفاه و پیشرفت اسلام فقط به احمدیت بستگی دارد. اسلام که احمدیه به جهان عرض ادامه دارد همان اسلام حقیقی است و مهمترین این امر است که مسلمانان نیاز به یک خلیفه دارند که بتواند راهنماییشان بکند و در عصر حاضر در اسلام نظام خلافت توسط احمدیت تأسیس شده است. آنان گفتند که حال ما احمدی صمیمی و صادق و راستگو هستیم و ما را بابت اعانه مالی مایانه که برای یک احمدی لازم است که بدهد توضیح بدهید و ما هر ماه برای خدمت دین اعانه مالی خواهیم پرداخت. امیر مالی می نویسد در مرکز منطقه کای افراد غیر از جماعت برای دیدن برنامه جلسه آمده بودند. در روز سوم جلسه هنگامی که فیلم مستند مشتمل بر منظره های ایمان افروز و ایتهای گذشته به نمایش گذاشته شد، افراد غیر از جماعت که با سواد بودند پرسیدند که شرایط باید چیست. در میان وقفه آقای معلم برای تمام شرکت کنندگان
شرایط بیت را در زبان محلی ترجمه کرد و برایشان قان یک فرد غیر از جماعت گفت که این خلاصه و اساره اسلام است و راجع به گذراندن زندگی اجتماعی در بردارنده رهنمون خوبی است. آنها گفتند که عمل بر این برای هر یک لازم و ضروری است و بعد از جلسه آنها بیعت کردند. از غانا افراد جماعت از طریق پخش زنده امتیه در جلسه سالانه شرکت کردند. در محوطه سرسبز بستان احمد در شهر اوکرا تدارک جلسه را دیده بود. میگویند فضای جلسه خیلی خوب و وجد آفرین بود. بر دو نقاط مرد و زن روی دو صفحه های نمایش بزرگ منظره ها جلسه که زنده پخش می شدند می دیدند. در طی سه روز بیش از 2500 مرد و زن هر جلسه شرکت کردند. در قماسی در مسجد مرکزی احمدیه برای سطح بزرگ تدارک جلسه را دیده بودند. آنجا در طی سه روز بیش از 2000 نفر در جلسه شرکت کردند. در اوپریست حدودا 12 مسجد هستند و آنجا هم آنان اهتمام کردند که مردم جلسه را با هم گوش بکنند و در تمام منطقه حدودا 14 مرکز بودند. اینجا هم بیش از 2000 نفر حضور داشتند و از کانال دیگر MTA نگاه می‌کردند. جز MTA آفریقا، MTA غنا به سه کانال آفریقا هم جلسه پخش شد. جناب اکرم از یمن میگوید که امروز خلیفه زمان با جلسه و کتابات دل و روح ما را حیات جدیدی بخشیده است. اشکان از چشمان ما خشک شده بودند که اکنون دوباره جریان شدند و دلها سخت شده بودند اما اکنون رقیق شدند. اگر خطاب خلیفه به لجنه را تمام جامعه گوش بکند، امیدوارم که در تمام جامعه 100% سالم شود. همین گونه آخرین خطاب خلیفه تمام معاملات جلسه را رونق بخشید. اینطور معامله در جهان دیده نمی شود. هر کس خوشحال بود. این فضل خداوند است که جماعت را درست کرد. یامر علی از یمن میگوید که سه روز جلسه برای ما عید بودند و ما طول این روزا فصل خداوند را نزول کرده دیدیم و وعده هایش با حضرت مسیح موعود علیه السلام را به تکامل رسیده دیدیم. به سبب جلسه ایمان ما خلافت محکمتر می شود. چون ما دیدیم که تایید خداوند شامل حال خلافت است. بدون خلافت فقط ظلمت است، تاریکی است و ما در جلسه حضور بدنی نداشتیم اما دلهای ما با شما بودن و ما جو جلسه را حس می کردیم، گویی ما آنجا هستیم. می گوید که با دیدار شما و گوش پندهای شما جوشی که داشتم ناقابل گفتار است. دلها تحت تاثیر قرار گرفتن و با کتابات استفاده کردیم. چون من به سبب این به مسئولیت خود متوجه شدم و از اشتباهات خودم هم متوجه شدم که از آنان بی خبر بودم. میگوید که اکنون همان نمای که تمام احمدیان جهان با هم این جلسه را گوش کردن با نگاه آن بیش از حد دلم رقیق شد و از خداوند دعا کردیم که خداوند زودتر ما را در یمن اینچنین جایی عطا بکند که با هم جلسه را گوش بدهیم. جناب حامد از اردن نوشت که هر سال بسیار مردم جهان به عنوان شاهد از پیشبینی های حضرت مسیح موعود علیه السلام در جلسه شرکت می نماید و امسال جلسه حامل ویژگی های خاصی داشت. امسال به توسط اینترنت و MTA که تمام احمدیان از جهان جلسه را گوش کردند، خداوند در هر گونه اوضاع از جماعت احمدیه نصرت می کند. چون این جماعت راستین است. من حضور خلیفه را در جلسه به عنوان کشف روحانی و بهش در این جهان تشبیه می دهم و میوش را ما تا سه روز کردیم. آنچنان معلوم می شود که خیمه آسمانی در فضای روحانی زده شده است. محمد بدر از سوریه نوشت که مسلمانان احمدیه به سبب تفاوت رنگ و خانواده و جامعه زیر پرچم خلیفه جمع شده بودند. پس از آن می گوید که قول خداوند صادق گردید که اگر تو تمام گنجینه ها زمین را خرج بکنی، باز هم نمیتوانی دلهایشان را با هم وصل بکنی، بلکه تنها خداوند است که دلهایشان را با هم وصل کرده است. این آیه قرآن مجید است. فضل خداوند بر ماست. سپس میگوید که جوش محبت
روی چهره های شاملین جلسه آشکار بود، میگوید که سکینت و سلامتی را به شدت حس کردم. آنچنان معلوم می شود که ما تمام احمدیان زیر سرپرستی قائد روحانی در نخلستان روحانی در میان صحرا حضور داریم که پور از سکینت و سلامتی است و من به شدت احساس کردم، چون من بسیار نتوانستم و باعث سعی بکنم که در درون خودم دیگرگونی نیک ایجاد بکنم. مقام بلند تکوا را فرا بگیرم، دین را بر دنیا فوقیت بدم و رفتار خوبی با زنان بورزم تا معامله خانوادگی بهتر بشود. عبدالرحمن لبنانی از آلمان میگویند که من در مسجد برلین همراه افراد جماعت طول 3 روز جلسه گوش کردم و جو روحانی جلسه را حس کردم و بسیار استفاده کردم. واقعیشی که در دورانیت ایجاد شده بود به سبب این جلسه برگشت. جناب عمر از کنار غرب فلسطین میگوید که آرزو دارم که این جلسه هر روز برگزار شود تا ما مانند انبیا و اولیا شویم. احساس جداگانه بود. تمام برادران با هم جلسه را گوش کردند و محیط و جو محبت و اخوت بود. رضوان شاهد از ساحل آجنویش که رئیس جماعت ما شهر اندری گفت که منظره پر از تاثیر جلسه همون بود که جلسه زیر سایه پرچم خلافت همانگ است و مشغول به اطاعت است. یک جا در جهان روز است و به جای دیگر شب و در جای نیم شب، و تمام کسانی برای شنیدن خطاب خلیفه زمان آماده هستند و ایمانهای خود را تازگی می بخشند. رئیس ملی قرقیزستان الیاس کرباتوف میگوید که آنچنان سخنرانی ها در جلسه ارائه شده بودند که با شنیده آن نمی توانستم جوش خود را کنترل بکنم و اشکان از چشمان جریان شدند. من روی یوتیوب جلسه را نگاه کردم و وقتی در بوکس کامنت دیدم که تمام احمدیان به یکدیگر تبریک جلسه می گفتند، آن موقع خیلی خوشحال شدم و پیام سلامتی به یکدیگر دادم. تمام خواهران و برادران من از کشورهای مختلف بودند و به طور مثال از روسیه، یوکرین، آرمانیا و تاتار و قرقستان و قرقستان این منظر رو افزاست. دوست احمدی از نیجر میگوید که خطاب خلیفه به زبان مادری هاوسا گوش کردم و این باعث افتخار برایم بود، و میگوید که روی امتیه پنجم افزایش زبان هاوسا جلسه ما را رونق بخشید و برای ما جلسه و عید با هم شدن. او گفت که خطاب خلیفه به زبان هاوسا بسیار دلپذیر است که لذت آن فقط هاوسا میتواند درک بکند. این اولین بار بود که به زبان هاوسا زنده ترجمه شده بود. سویتونا از جماعت اندونیزی میگویند که بعد از شنیدن جلسه به خطابات خلیفه جرون خانواده ما روح جدیدی از محبت ایجاد شد. ما نمونه های اقوت انسانی را نگاه کردیم و نظیر آن در هیچ جای جهان دیده نمی شود. خلافت واقعی بالاتر از رنگ و نژاد بین انسان و محبت اقوت ایجاد کرده است. عاطف زاهد از استرالیا میگویند که پخش زنده موقع 12 ربع شب شروع شد. با وجود این تمام مردم با دقت جلسه را گوش کردند و یک نفر پسر کوچک را آورد. او بعد از خطبه موقع 10:30 به پسرش گفت که خانه بروید. او گفت که من همینجا جلسه را گوش خواهم کرد. میگوید که خطاب نهایی جلسه روز یک شنبه با دیر بود و روز بعدی تعطیل نبود و به سبب این نگران بودیم که شاید مردم به مسجد تشریف نمی آورند، اما به فضل خداوند متعال زیادی از مردم برای شنیدن خطاب نهایی اومده بودند، بلکه این تعداد از روزهای قبل زیاد بود. ابراهیم از برزیل نوشت اما از گینی بساست، میگوید که برای تحصیل به برزیل رفته است. امریکه به طور خاص برای باعث جالب جلب توجه شد و میخواهم به طور خاص ذکر بکنم نظام خلافت است که زیر سرپرستی این مردم از کشورهای مختلف با هم جلسه را گوش میکنند. این اثبات میکند که جماعت احمدیه در واقع جماعت واقعی اسلام است و اگر امام مهدی ظهور نکرده بود در اون صورت این اتفاق نمیافتاد. من تشکر میکنم که به سبب جلسه دانش من افزایش یافت، معلومات اطلاعات من افزایش یافت
و از خداوند بابت این تشکر میکنم که وابسته به این جماعت هستم. خانم اتاقانو وادی لیارا از قرقستان نوشت که شنیدن سخنرانی ها با اخلاص سه واقعا دلپذیر است. موقع شنیدن خطاب خلیفه آدم به جهانی غرق می شود که در آن احیای اسلام رخ می داد. ما مثل فامیل خطابات خلیفه را گوش می دهیم. به طور خاص خطاب خلیفه به زنان بود و در آن حقوق زنان بیان کرد. ما بیشتر جلوی خداوند خم بشویم چون خداوند حقوق زنان را محافظت کرده است. می گوید که خطابات لبریز از جوس بودند. بایرن از گواتمالا می گوید که برایم روز جلسه بسیار مهم بود و کمتر از معجزه نبود. چون قبل از جلسه چندین نفر از گواتمالا به کرونا مبتلا شده بودند و برقی به شدت مریض شده بودند، اما امروز تمام آنها اینجا با هم جلسه را گوش می کنند و هیچ کسی مریض نیست. وقتی مسیحی بودم آن زمان بابت معجزه فکرم جور دیگر بود، اما وقتی با این جماعت متصل شدم آن موقع واقعیت معجزات را درک کردم که در واقع اصل معجزه دیگرگونی پاک در درون انسان است. قبل از یک سال تنها به مسجد می آمدم و امکان نبود که فامیل من به احمدیت را قبول بکند. امروز من همراه همسرم و بچگان و پدر بزرگ و برادر و همسر و فامیلش هستم و جلسه را گوش میکنم و در واقع این را معجزه گمان میکنم. این آقا آدم ساده و مخلص است و در آمد معمولی دارد، اما جوش تبلیغ دارد. هر جا که میرود تبلیغ میکند و افراد مختلف را با هزینه خود برای دیدار مسجد می آورد. رامیرو مارتینیس میگوید که امروز برایم روز مهمی بود. جلسه انگلستان به توسط MTA گوش کردم و منظره ها از جاهای دیگر دیدم و باورم شد که این جماعت در اصل جماعت جهانی و بین المللی است. خلیفه زمان حتما از خداوند متعال استاده است و ما را آگاه می سازد که چجوری مسلمانان در جامعه زندگی می کنند. بسیار خوشحال استم که همیشه خطاب خلیفه گوشخام کرد. این آقا تا 35 سال درس بایبل می داد و عضو فرقه های مختلف مسیحیان بود، اما به سبب اختلاف هر فرقه را عوض می کرد. خودش تحقیق کرد و اسلام احمدیت را قبول کرد. او 20 کیلومتر دور از مسجد زندگی می کند. از زمانی که احمدیت را قبول کرد فقط یک نماز جمعه به سبب خرابی ماشین نتوانست ادا بکند، اما به طور مستقل برای نماز جمعه می آید و نماز پنجگانه در خانه برگزار می کند. خانم اولین بن زیلیس از گواتمالا می گویند که به طور زنده در جلسه شرکت نمودم و معلوم است که واقعا جماعت احمدیه نظامی دارد و تمام کسانی متحد هستند و شکر خداوند است که ما را در عضو یک جماعت کرد. و متاسفم که تعداد زیادی از این جهان از شنیدن خطابات خلیفه محرومند. به سبب این در این جهان مشکلات وجود دارند و اوضاع جنگ است. من حقیقت دعا را به سبب احمدیه درک کردم که هر کار با دعا ممکن است. خیلی مشکل های ما با دعا حل می شوند. فامیل من به سبب دعای خلیفه سالم ماندند. من واژه ها را ندارم چجوری از خلیفه تشکر بکنم. می گویند که اولین بار در جلسه شرکت نمودم و این سال برایم سال پیروزی و فتح است. ما کامل نیستیم، اما مسافرت روحانیت جدید در درون ما شروع شده است و در آینده هر جلسه شرکت خواهم کرد. عیسی بابا از نایجیریه می گویند که من بابت مهمان نوازی در خطبه گوش کردم که امام مهدی علیه السلام ارامش مهمانان را بر ارامش خود فوقیت می دادن و خلیفه زمان مثال حضرت اقدس علیه السلام ارائه کرد که رخت خود را برای ارامش مهمان تقدیم کردند، تمام شب به سختی گذراندند و مثال دیگر
اخوتم در چلسه مشاهده کردم ماشین ها که در گل گیر کرده بودند خدام آنان را بیرون کشیدند. شاید اهل جان این قوت ندارد و خلیفه المسیح راه حل این به ما گفته است. صمد گوری از البانی می نویسد که یک دوست دکتر بیار گفت که جز خطاب خلیفه زمان خطابات دیگر جلسه هم گوش کردم و امروز جلسه سالانه برای هدایت مردم خیلی مهم است. می گوید که الفاظ خلیفه ساده بودند، بسیار آسان بودند، اما پیامی درباره زمانی کانونی همراه خود داشتند. در زمانی که قوانین اخلاقی پایمال می شوند و انسانیت را حق انان عطا می کنیم و دنیا را نجات می دهیم و مردم این را فراموش می کنند، اما این اصول را قبل از 500 سال پیامبر اکرم بیان کرده بودند. امروز جماعت احمدیه این ویژگی را دارد. این دفعه منظره ها در جلسه سالانه نگاه کردم، از بین آنان خدمت جماعت احمدیه و اداره انسانیت اول در مناطق فقیر آفریقا من را تحت تاثیر قرار گرفت. چشمه های درخشنده این بچه ها پرده بردار این حقیقت به طور این بود که پیش آن کیلو کال های رهبران عالی و پروپاگاندا ارزشی ندارند و چشمه ها طلبگار آبند و آب زندگانی است که آن را اولین بار با لذت زیادی می چشند. پیام های خیرخواهی که بر موقع جلسه سالانه به ما رسیدند آنها مشتمل بر 109 پیام های شخصیات مهمی 9 کشور علاوه از انگلستان است. آنها شامل پیام های صوتی و ویدیویی و کتبی اند. کشورهای علاوه از انگلستان که از آن پیام های یافتیم آنها شامل آمریکا، سیرالیون، گامبیا، سنگال، کینیا، اسپانیا، هلند، آلمان اند. نخست وزیر انگلستان، نخست وزیر کانادا، رهبر حزب لیبر انگلستان، بریتانیا، رهبری کیلب دیم بریتانیا، همانطور سیاست مداران بسیار زیادی هند و 8 وزرا و 11 مشیران وزرا و 14 دبیر اسبک ایالت، رئیس پلیس لندن، 6 رهبران مذهبی ملی، 13 شهرداران پیام های فرستادن. علاوه از این شخصیاتی که از طبقه های مختلف متعلقند پیام های فرستادند. گزارش MTA افریقا این است که مانند سالهای گذشته امسال هم به وسیله MTA افریقا پخشای زنده جلسه سالانه به تمام افریقا رسیدند که ما این را از تأثیرات مردم مشاهده کردیم. به فضل و عنایت خداوند متعال علاوه از MTA افریقا بعضی شبکه های تلویزیونی محلی هم پخش برنامه جلسه سالانه کردند. امسال در کشورهای گامبیا، سیرالیون، لایبریه، غنا، یوگندا، مالی، رواندا، بورنندی، سنگال، بوریکینا فاسو بر 14 شبکه های تلویزیونی مختلف کتابه هایم به طور پخش زنده پخش شدند. پیام جماعت به یک تخمینه بیش از 55 میلیون نفر رسید. مهمان های بیرونی آفریقا به علت کرونا در جلسه شرکت نکردن، ایشان پیام های فرستادن که ما را درون جلسه شامل بکنید. در زبان هاوسا اولین بار ترجمه شد. این زبان بیش از 50 میلیون نفر در آفریقا است. شان در شبکه های تلویزیون مختلف آفریقا در مورد جلسه سالانه خبرها پخش کردن. بینندگان این شبکه ها بیش از 60 میلیون است. 60 آقای زکی که مبلغ اوگاندا است می نویسد که مخالفین جماعت قبل از جلسه بر رسانه های اجتماعی پروپاگاندا کردند و گفتند که قرآن اینها مختلف است، برای این جلسه احمدی نباید بیایند. وقتی اینها مجتهد کردند تبلیغات کردند که جلسه را بشنوید، مخالفین پروپاگاندا کردند که جلسه را نباید گوش کنید چون قرآن احمدی ها مختلف است. در نتیجه این پروپاگاندا مردم زیادی به جلسه سالانه متوجه شدند و تأثیر برعکس داشتند و بسیاری غیر احمدی ها این امر را اظهار کردند که در نتیجه این پروپاگاندا علیه جماعت ما کنجکاو شدیم و بعد از مشاهده جلسه رأی
های ما درباره احمدیات تبدیل شد و ما این امر را دانستیم که قرآن احمدی ها همان قرآنی است، بلکه بیش از همه به قرآن عشق می‌ورزند. یک دوست کاتولیک از یوگاندا نوشت که من بر تلویزیون ملی یوگاندا تبلیغ جلسه سالانه را دیدم که کنفرانس اسلامی در انگلستان منعقد می شود. گفتم که چطور کنفرانس است؟ چنانچه من به روز هفته تلویزیون روشن کردم و شخصی با دستار سفید دیدم که سخنرانی می کرد. من شروع به شنیدن خطاب کردم و از اول تا آخر سخنرانی را شنیدم. می گویند که تعلیماتی که به زنها مربوطند هیچ جای دیگر یافت نمی شوند و من هیچ شخصی دیگری را در مورد حقوق زن ندیدم و واضح و سریع بیان بکند. اون همون وقت به شماره که بر صفحه نمایش برای ارتباط داده بودند به آن زنگ زد و برای متن سخنرانی درباره زنها درخواست کرد و آن خطابش فرستاده خواهد شد. دوست غیر احمدی آقای عبدالله کوی از لیبریا است. میگویند که منظورم از دیدن برنامه جلسه این بود که تا تفاوت بین مسلمانان احمدی و غیر احمدی برمون روشن بشود. آن اعتراضات که علمای غیر احمدیان درباره احمدی ها میگویند حقیقت آنها چیست؟ بعد از دیدن جلسه من یقین دارم که این همه پروپاگاندا منفی است و همش دروغ است. در حقیقت به وسیله احمدیت پیغام اسلام به دنیا میرسد. من مسئولیت خود را میدانم که مردم های دیگر را هم از این امر مطلع بسازم که فقط جماعت احمدی است که به طور واقعی اشاعت دین اسلام می کند. یک دوست دیگر غیر احمدی هم از لیبریا است. او هم این میگوید که بنابر رواداری مذهبی برای دیدن برنامه جلسه شامل شدم. وقتی که من آیات قرآنی که بر صفحه نمایش صحنه نوشته بود را خواندم به حیرت افتادم، چون درباره احمدیان غیر احمد علمای غیر احمدی چیزایی تبلیغات میکنند که احمدی های رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان خاتم النبیین قبول نمیکنند و بهشان احترام نمیورزند، ولی برعکس این همه احمدی ها در تمام دنیا محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به موعظه میکنند و تبلیغ میکنند و طوری که خلیفه جماعت احمدی ذکر تعلیم قرآن و پی ذکر آن حضرت صلی الله علیه و سلم و سخنرانی خود فرمودند، آن دلیل بین محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به وسیله جراید و رسانه ها این وارد شدن چیزهای دیگر از بعد از این، به هر حال بعد از این ذکر جراید و رسانه هاست، به وسیله جراید و رسانه ها پوشش قبری شد. به فضل خدا بی بی سی هم تلویزیون منطقه خودش پخش کرد، بی بی سی جنوبی هم پخش کرد، یک فیلم مستند هم پخش کرد، یک بی بی سی جهان هم آن را پخش کرد که در 200 کشور تماشا می شود. علاوه از این بر شبکه خبری بی بی سی نشنل هم پخش شد و تکرار هم شد. می گویند که به طور معین این گفتن مشکل است که به چند افراد این پوشش خبری رسید، ولی طبقه یک تخمین یک پوشش خبری به 52 میلیون نفر رسید. 40 سایت های اینترنتی خبر جلسه را پخش کردند که خوانندگان اون 37 میلیون نفر است. در 20 جراید و رسائل مقالات جلسه سالانه منتشر شدند که خوانندگان آن 737,000 افرادند. در مورد جلسه 16 افراد رادیو پخش شدن، به 16 میلیون نفر پیام رسیدن. همانطور 12 شبکه تلویزیون خبر جلسه پخش کردن که پوشش خبری آن به 22,000 نفر رسید. علاوه از این وسایل به وسیله رسانه اجتماعی تخمیناً به 60,000 نفر این پیام رسید. امیر داکا بنگلادش میگویند که در مسجد مرکزی داکا در نارائن گنج بهمن باریان و چیتاگانگ به وسیله پخش زنده در جلسه پیوستند. آقای امیر میگوید که طبق گزارش بیش از 800 مهمان های غیر احمدی برنامه جلسه را شنیدند و بهره‌مند شدند. سپس میگوید که خبر جلسه و عکسایش در 10 تا پورتر آنلاین و جراید بنگلادش نشر شدند که سه از آن مشهورند. طبقه یک تخمین معتادی به وسیله پورتر آنلاین و جراید حداقل 54,000 افراد این خبر را خواندند. با توسط امتی بین الملل پخش شده با شبکه یوتیوب 15 میلیون نفر بازدید کردند. تقریبا 500,000 ساعت بر یوتیوب امتی تماشا کردند. 35,000 نفر بر شبکه اینستاگرام صفحه امتی را بازدید کردند. 1.9 میلیون نفر پیام رسیده بر شبکه تویتر.
بیشتر از 100,000 نفر صفحه امتی را بازدید کردند و 35,000 نفر لایک کردند و به دیگران هم معرفی کردند. 550,000 نفر روی فیسبوک پیامه جماعت را خواندند. بر وبسایت شخصی امتی 100,000 نفر بازدید کردند. از امتی آنلاین 200,000 نفر مشاهده کردند. اینجا فقط امارهای مختصر تقدیم شدند که آن هم بسیار وقت‌گیرید. خداوند متعال نتایج های دیگر این جلسه را نشان بدهد و افراد خوشبخت به احمدیت یعنی اسلام حقیقی بیشتر مایل بشوند و از شر علمای خودخواند جماعت را نگه دارد. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر